با درود و سلام، من کنوش توکلی هستم. البته در تو تصویر دوربین نیست. نیستم. ژاله خودت معرفی بکن. ژاله توکلی هستم. من نه جمهوری خواهم نه پادشاهی خواهم. من احسان تقدیری هستم. من برای ایران طرفدار دموکراسی هستم و به پادشاهی مشروطه خوشبین هستم به عنوان فرمی که میتونه دموکراسی رو برای ما بیاره. من هم مریم فتحی هستم و برای ایران دموکراسی سکولار، یک کشور سکولار میخوام و معتقدم که پادشاهی مشروطه میتونه این شرایط رو برای ایران داشته باشه. ببین، شما یه مقاله نوشتین دیروز، چاپ شد در سایت و شبکه‌های اجتماعی هم پخش شد، تحت عنوان انقلاب ما نباید تنها به یک رهبر وابسته باشه. چرا؟ از جاله شروع میکنم. چون شکننده هست، یک کلمه جدید یاد گرفتم دیروز، برای اینکه هر کسی که باشه تنها بخواد رهبری یه جنبش یا حالا یه انقلاب رو بکنه، هزار تا مشکل میتونه پیش بیاد. بعد از نظر سیاسی هم به نظر من خوبیش اینه که ما الان بحث پادشاهی، جمهوری خواهی یا چپ و راست و این چیزا رو کمتر بکنیم یا اصلا نکنیم، به خاطر اینکه حداقل این دید ما بود که وقتی که این 6-7 نفر، حالا هر چند نفری که بودن که اومدن توییت زدن با چهره های شناخته شده تر، مثلا مسیح علی نژاد، رضای پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی و و و اینها، امیدی به جنبش داد، به خاطر اینکه اینها بالاخره آدم های مختلفی بودن، از احزاب مختلف نبودن، ولی چهره های شناخته شده بالاخره از دیدگاه های مختلفی که توی بالاخره اپوزیسیون هستن بودن. این نظر خود شخصی من بود و فکر میکنم بقیه هم تقریبا همین نظر ده. همه اضافه مصبت... دارین ها؟ چون سوالات زیاده. اگر نکته اضافه داریم بگیم که با توجه به اینکه گرایش های مختلفی در جامعه وجود داره، خیلی سخته یک نفر رو بتونیم پیدا کنیم که همه گرایش ها بپسندن. و خب اگر بود واقعا چنین چیزی مثل ملکه داماد داشتیم خیلی خوب بود، ولی نداریم. ما مثلا شاهزاده رضا پهلوی هم بعضی گرایش‌ها به شدت با ایشون زاویه دارن و به این خاطر، و فکر می‌کنم حتی توی دانمارک هم اگه مثلا ملکه می‌خواست بیاد جمع کنه تنها نمیتونست این کار بکنه، برای اینکه خب بازم بالاخره یه درصدی هستن که نمی‌مادن مثلا بگن که ما مثلا پادشاهی می‌خوایم. حتی اینکه با اینکه دانمارک پادشاهی هست، یه درصدی بالاخره 20 درصد نمی‌خواد، 80 درصد پادشاهی که با آمارای خودشون داره. خب متاسفانه ما هیچ آماری از ایران نداریم. آره. چقدر اگه نکته مریم اضافه داری بگو. خب ببین، داشت میگفتم ببین جاله، هیچ آماری توی ایران نیستش آخه که بدونیم که چقدر طرفدار پادشاهی هستن، ولی با در حقیقت من فکر میکنم که پادشاهی میتونه مردم رو جمع کنه، اما برای اینکه رهبر یعنی خود شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه این کار بکنه، که اما اینکه خودش هم همیشه گفته که باید اتحاد داشته باشیم و من تنهایی نمیتونم این انقلاب رو پیش ببرم. خب جالتون... منم خودم شخصا اونجوری نیستش که پادشاهی بخوام، ولی فکر میکنم به خاطر اینکه آقای رضای پهلوی آدم از نظر من آدم مدرن و دموکراتی هست، هر رولی که بخواد توی آینده ایران بازی بکنه به نظرم مثبته که باشه تا نباشه، تا اینکه بمونه تو آمریکا. خب. برای همین هیچ مشکلی ندارم با اینکه ایران پادشاهی بشه. آره، ببین. ولی باز هم به نظرم باید چهرهای دیگه باشن با هم دیگه همکاری کنن. ببین، شما تو مقالتون در واقع یه نقدی میکنین، مطرح میکنین که ما انتظار داشتیم که ادامه همون توییت 6 نفر به یک چیز ائتلاف بزرگتری تشکیل بشه. یعنی همه شوکه شدیم، درسته؟ یعنی به این نقد داریم. ببین خب؟ فقط از این که از شوکه، از چی شوکه شدی منظوره؟ من خودم مثلا انتظار داشتم اون ادامه پیدا بکنه. مثلا به احزاب و شخصیت های بیشتر برسی، یه دفعه من وکالت میدم، این تبدیل شده به یک درگیری. فکر نمی کنه این کارش باشه. ولی بگیم این از کجا شروع شد؟ برای اینکه حامد اسماعیلیون اومد این اتحاد رو کاملا به هم زد. چرا؟ برای اینکه گفتش من حتی حاضر نیستم دیدار کنم با رضا پهلوی. خب این نشون میده که شما در این وضعیتی که ما هستیم، یعنی شما اصلا دموکراسی نفهمیدی،
یعنی وقت یعنی واقعا نگفت من حاضر نیستم دیدار کنم، منتها گفتش که ازش پرسیدن که چرا شما سرمانک نکردین و زمانی که برای فیلمش، برای اکران فیلمش رفته بود شاهزاد رضا پهلوی، گفتش که من سورپرایز شدم و غیر منتظره بود که اومدن اونجا و به خاطر همین من چون با افرادی که پشت من بودن یعنی با افراد گروه صحبت نکرده بودم به خاطر همین با ایشون نرفتم سرمانک. یعنی باز هم به نظر من این اصلا یک غیر یعنی ناپو، یعنی توی این نوشتمون هم نوشتیم ناپختگیشو نشون میده که شما اصلا بگیم که ایشون هر کسی بودی بالاخره آدم شناخته شده، یا شما ایشون رو میشناسین بالاخره از دور، کسی که شما میشناسین بدین باش سلام علیک کنه، یعنی چه اجازه نگرفتم. من موافقم که این بایکوت کردن و سلام علیک نکردن و اینها کار یک انسان بالغ نیست. ولی آقای اسماعیلیون ایشون تا همین الانم دستاوردهای خیلی بزرگی داشته، ایشون یک تراژدی خیلی بزرگی براش اتفاق افتاده و خب من رفتم توی فیسبوک ایشون دیدم سال 2019 یعنی یه سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته ایشون رو بابت سالگرده انقلاب یه سری پستایی داشت توی فیسبوکش. البته بعضیا میگن نمیدونم انقلاب تبریک گفته، این غلطه، ایشون تبریک نگفته، ولی یک حالت مماشات گرانه با جمهوری اسلامی و بیشتر راجع به کتاب‌های خودش که کتاباشو چاپ بکنه و اینا. یک سال قبل از اینکه این تراژدی برای شخص ایشون اتفاق بیفته. خب بعدش که این اتفاق میفته اولویت ایشون دادخواهی برای تراژدی که برای خودش اتفاق افتاده و اعضای انجمن، برای همین اولویت ایشون اینه، ایشون نماینده انجمنه. به نظر من بیش از این هم نمیشه از ایشون انتظار داشت، به خصوص که ضربه خیلی بزرگی خورده و بعضیا میخواستن ایشون، امیدوار بودن ایشون نماینده کل ملت ایران بشه ولی خودش نمیخواد. من بازم نمیشه ایشون رو مجبور کرد. نه من نمیگم مجبور کنیم، ولی به نظر من باز هم میتونست، الانم من قبول دارم اگه بتونه بیاد، برای اینکه خیلی با اینکه مثلا از نظر سیاسی احتمال خیلی زیاد سر خیلی چیزا باش هم نظر نیستم، ولی این فراخوان‌هایی که داده از بعد از اینکه مهسا امینی کشته شده و اون سخنرانی که کرد توی برلین واقعا سخنرانی خوبی بود و ضد جمهوری اسلامی. بعضی جا میتونیم بگیم بعضی جا اولویت ایشون انجمن و دادخواهیه، بعضی جاها منافع انجمن و منافع دادخواهی با منافع ملت ایران تلاقی داره. لزوما همه جا اینطوری نیست. خب. ولی باید باشه اگه که میخواد مثلا جزو اپوزیسیون، جزو این رهبری باشه، باید بیاد از این حرف‌های واقعا غیر دموکراتیک یا این برخورد غیر دموکراتیک بگذره. و ما درسته که ما همه دوست داشتیم که این جریان ادامه بده، ولی اگه که تو این 44 سال نگاه کنیم ببینیم اپوزیسیون چجوری با هم دیگه کنار اومدن، همیشه این داستان همین بوده، یه سری اومدن گفتن بیان کنار هم بشینیم و همیشه به هم خورده. حالا هر کس اومده این کارو بکنه، چرا آقای حامد اسماعیلیون که اصلا سابقه کار سیاسی هم نداره، خودش هم گفت میخواد فقط نویسنده باشه، چرا این بار سنگین رو به دوش ایشون بذاریم؟ بنظرم انتظار زیادی آره. هست. ببینید بحث اسماعیل حمادیون اینجا رد کنیم بریم، چون سوالات زیادی هست. ببین مسئله سر اینه که خانم مسیح علی نژاد هم توی وکالت میدم نمیدم سکوت کرده. بله بله. چه این در این باره چی میگه؟ خب به نظر من هیچ اشکالی نداره، کسانی که دوست دارن وکالت میدن، کسانی که دوست ندارن خب سنجیده ترین کار اینه که همین سکوت بکنن. بعضیا میان میگن وکالت نمیدم، این مقدار عجیب هست، مثل اینکه مثلا یه وکیل معروف داریم آقای تو داماد، آقای نیما زمانی، من برم جار بزنم که من به نیما زمانی وکالت نمیدم، یا من مثلا به اون یکی وکیل، یه نیما دیگه هست، به اون وکالت نمیدم، این مقدار عجیب هست، چه لزومی داره آدم این رو اعلام کنه؟ آره دقیقاً، یعنی انگار که مجبورشون کردی که بگن وکالت نمیدم. خب اصلا کسی شما رو اجبار نکرده که بیاد وکالت بدید یا ندید. البته بعضی طرفدارای افراطی شاهزاده و پهلوی هم اونا هم میرن به مردم، انگار من بودم توی سوشال مدیا و بحثایی که میشه، به مردم اجبار میکنن، گیر میدن که والا بلا باید بیای وکالت بدی. خب اونم منطقی نیست. البته نمیدونیم اینا سایبری هستن یا طرفدارای شاهزاده رضا پهلوی هستن. آره. خب
ببین اینجا بلاخره... یه سوال بذار جالب بذار من بذار یه چیزی در این رابطه بگم. به نظر من واقعا من خودم هم بگم شاید شما مشکل نداشته باشید با این کمپین من بکارت بدم، به نظر من کمپین درستی نبود برای اینکه اون همبستگی که به اومده بود بین دیدگاه مختلف یه خورده از بین رفت و من نمیدونم تا چه حدودی خود آقای رضا پهلوی این رو پشتیبانی کرده ازش و من و تو مثلا بعضی من و تو که تلویزیون من و تو رو هست توی فیسبوک من فالو میکنم خیلی بحث های عجیبی رو داره پیش میبره. مثلا یه آقای رو آورده بود میگفتش که شماهایی که پشتیبانی نمی کنید از این کمپین باید محاکمه بشید. حالا درست که یه سری از این آدم ها وجود دارن ولی من و تو برای چی میاد همچین آدمی رو مثلا میاره اینجا چیز بکنه؟ همون جوری که خودت میگه آدم بعضی موقع میگه خب شما کارهای سایبر شما سایبری رو دارین بیکار میکنید با این حرفاتون. یعنی واقعا درست نیستش که آدم بیاد تفرقه بیشتری بندازه بین مردم. و الان هم من خوشحال نیستم که حالا مثلا مسیح هم ساکت شده هیچ نمیگه. باید برگردیم به یه موقعی که همبستگی دوباره رو ما بین و اگه آقای حامد اسماعیلون نمیتونه بپذیره که با آقای پهلوی باید بشینه و همکاری کنه، واقعا همونجور که شما میگه ازش نمیشه هیچ بیشتر از این که کار کرده واسه ملت ایران بیشتر از این ازش نمیشه چی میگن انتظار داشت. خب ببین جاله، تو یه دفعه صحبت کردی راجع به اختلافات در دانمارک، خب که در عرض یک یا دو ماه دانمارک تونسته یه دولت آشتی ملی فکر کنم مریم بود اتفاقا که این حرفو زد. حالا هر کدوم ما اتم شدیم و این برای اولین بار در تاریخ هم دانمارک و دومین بار در تاریخ جهانه که این اتفاق میفته که یه جریان حزب چپ و راست میانه یکی میشن و اپوزیسیونشون چپ رادیکال و راست محافظه‌کار میشه. این نشون میده که الان دنیای جایی بایستده که مثلا همین مشی آشتی ملی رو ما توی اپوزیسیون چجوری باید حل و فصل بکنیم، یعنی با اختلاف چجوری باید برخورد بکنیم. من یک کامنتی هم دارم، من موافقم با جاله که این کمپین شاید کار سنجیده‌ای نبوده و ما هیچ شواهدی نداریم که خود شاهزاده دخالتی داشته، بلکه ظاهرا آقای احسان کرمی، حالا اگه اسمش کمپین بزنیم، ایشون این رو پتیشن رو درست میکنه که خودش هم جمهوری خواهه، تازه هم از ایران اومده خارج شده. بعد آقای حافظی خبرنگار که ایشون هم یه چند سالی از ایران خارج شده، ایشون یه هشتگ میزنه و این یهوی وایرال میشه و عده زیادی میپیوندن که به قول بعضیا این عده رو هی میان مقایسه میکنن با مثلا جمعیت ایران و اینها و میگن خیلی هم زیاد نیست. حالا بگذاریم که داخل ایران نمیشه چون با وی پی ان ها همه آی پی ها یکسان میشه و هزار طور چیز هست. اینو من قبول دارم، میشه لخت کرد که این کمپین اثرات، حالا این اتفاقی که افتاد اثرات منفیش بیشتر از اثرات مثبتش بوده، هرچند بعضی ها یه شایعاتی هست که نمیدونم آیت الله سیستانی دست همکاری دراز کرده، یه شایعه دیگه هست که خود شاهزاده هم گفت که چند تا کشور مختلف میخواد بره دیدن کنه. حالا بعد ببینیم در عمل آیا ببینیم. خب آقای سیستانی اگر هم چیزی از دفترش بیاد بیرون بعدن انکار میکنه، در مورد روح لازم هم دیدیم زیاد اعتباری بهشون نمیشه گفت، یعنی خیلی مواظب این که دو طرفو داشته باشه. ولی ببینیم واقعا آیا دیدار با دیدارهای آقای رضا پهلوی با دولت ها بیشتر از قبل انجام میشه. اگه بشه میتونیم بگیم شاید تاثیر این پتیشن بوده، چون مثلا پتیشن جورج فلوید هم میگن 6% جمعیت امریکا امضا کردن ولی کلا یه موجی شد که جهان تکون داد. من خودم تردید دارم که اثر مثبتش جمعیت امریکا خیلیه، بعد از 300 میلیون 6% شاید میشه. خب ببینید بحث رو از کامنت شما ببریم بریم که ما اختلاف ببینید. اینجا شما یه جمله توی همین مقالاتون نوشتین، در حال حاضر بحث بر سر این است که شکل و محتوای حکومت آینده ایران چه باید باشد، اما الان وقت این بحث ها نیست. چرا؟ یعنی منظورم اینه که با این اختلاف چجوری میخوان کی شروع شما شروع کنید. آخه اصلا درسته که وقت این بحث ها نیست، به خاطر اینکه اصلا کلا بحثی که به وجود اومده بحثای اینه که در آینده حکومت ایران چی باید باشه
و یا اینکه خیلی ها این کمپین رو و این وکالت میدهم رو اینطوری برآورد کردن که الان شاهزاده رضا پهلوی با این وکالتی که گرفته شد شاه ایران. یعنی اینها بنا رو میگذارن بر این که شاهزاده رضا پهلوی در آینده شاه ایران شد، اون وقت بر طبق اون نظریهشون میان مخالفت میکنن. من در کل اصلا هنوز که هنوزه هیچ دلیلی که بیارن که چرا شاهزاده رضا پهلوی نمیتونه رهبر که حالا ما که اصلا میگیم شورای رهبری، ولی به هر حال همون توی همون شورای رهبری باشه، من هیچ دلیل پیدا نکردم که چرا بگن که نباشه. منتها خود رضا پهلوی میگه که ما باید یه گروه باشیم، شورای رهبری باشیم، و به خاطر همین الان اصلا بحث این که بعدن چه خواهد شد به نظر من نیست. مشکل این کمپین اینه که اومدن خیلی فوکوس روی یک شخصه. یعنی فقط مشکل من با این کمپین اینه که همش این رو میگن که فقط یک نفر باید بیاد، فقط ایشون میتونه. و واقعیت اینه که فقط ایشون نمیتونه، باید کسای مختلفی باشن که پشتیبانی مردم رو داشته باشن و ایشون ولی ایشون باید باشه توی این شورای رهبری، حالا دولت موقته، حالا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم، ایشون باید باشه. و شاید این کمپین یه کاری بکنه که دیگه این بحث رو ببنده که آقا آیا ایشون باید باشه یا نباشه، برای اینکه حتما باید باشه، برای اینکه پشتیبانی خیلی وسیعی داره توی اپوزیسیون ایران در و خارج از ایران. یه مشکلی که ما داریم اینه که خب جمعیت ایران داخل ایرانن، استعدادهای خیلی زیادی هستن که میتونن چهره بشن. من آقای عباس واحدیان شاهرودی مثلا من یادمه، یا مثلا نوریزاد، خیلی چهره هستن، ولی داخل ایران جمهوری اسلامی اجازه نمیده کسی مطرح بشه، کسی طرفدار پیدا کنه و بیاد تو مناظره ها. به محض اینکه کسی بخواد مطرح بشه، اینو زندانی میکنن، تو زندان مریضش میکنن و خونساش میکنن و ما ناچاریم که در خارج از کشور فقط این فعالیت رو انجام بگیره. این یه مشکلیه که ما داریم. این دیگه امیدوارم همه بدونن دیگه، یعنی واقعا یه چیز خیلی ساده. معلومه کسایی هستن تو ایران خیلی چی میگن پرداخت کردن، چی میگن هزینه دادن همین زندان اوین، شاید کسایی هستن میتونن کشور رو اداره کنن، ولی واقعا خب بریم روی چگونه با اختلافات سیاسی کنار بیاییم. ببینیم، من برای اینکه یه مثال عینی بزنیم، من و احسان دیشب توی یه جلسه بودیم توی همین دامار که شیش گروه. آها پس دیده بودی احسان. آره. بعد شیش تا گروه اومده بودن، چند تا گروه دیگه نیومدن. بعد مسئله سر این بود که آقا یه تظاهرات دو ساعته میخواییم بذاریم، بگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، زن زندگی آزادی. بیاییم سر این بچه کلی بحث بود که مثلا این کلمه گفته بشه، اون کلمه نفشه، در صورتی که اصلا احتیاج نیست. وقتی ما سر شعارهای سلبی یعنی نفع و شعارهای ایجابی توافق داریم، همه میتونیم باشیم. شما غیر از این فکر میکنین؟ ببین مشکل ایرانی همون مشکلی که ما توی دانمارک داریم، همین مشکلی که ما توی دانمارک داریم توی اپوزیسیون هم همینا زبدر هزار بکن، همین مشکل رو توی اپوزیسیون کلن دارن، توی همون سطح همون که داریم میگیم رضا پهلوی، مسیح، نمیدونم فلان، کسای دیگر رو داریم میگیم، همون مشکلی که ما داریم توی دانمارک اونا هم دارن توی سطح بالاتر. یعنی همکاری و تحمل همدیگر رو خیلی سخت میکنن ایرانیان. حالا ما توی فقیدیقان به زور دیگه یه کاری کردیم که همدیگر رو تحمل میکنیم و اصلا کلن حرف ما اینه که همدیگر رو باید تحمل کنیم، با همدیگر همکاری کنیم، ولی این واقعا واسه ایرانی سخته. اینو من هر دفعه اومدم با ایرانی همکاری کنم، اصلا خیلی سالها مثلا اصلا رابطه هم خیلی ایرانی رو قطع کردم، گفتم اصلا حوصله ندارم دیگه این حرفا رو گوش بدم، برای اینکه خیلی سخته. واسه واقعیت هم اینه که همه از هم دیگه دوری میکنیم. واقعیت اینه که وقتی که مثلا اینجوری مثلا امید نداشته باشیم در ایران، مثلا برنامه نباشه،
تظاهراتی نباشه، جنبشی نباشه، ما خودمونم دیگه میگذریم از این ایرانی ها، برای اینکه اینقدر سخت همکاری که آدم نمیدونه باید چی کار بکنه. چرا این اختلافات تو ایران نیست؟ یعنی مردم میان تظاهرات میکنن، کسی از کسی دیگه میپرسه تو چه خطی هستی؟ اونجا واقعا دیگه این لاکچری رو ندارن. آره من فکر میکنم به خاطر اینکه بیشتر تو ایران میخوان که این، یعنی به همین چیزی که هست فکر میکنن که رژیم باید بره. وقتشو ندارن اصلا، وقتشو واقعا ندارن. فکر نمیکنم که افرادی که میان تظاهرات میکنن به این فکر میکنن که بعداً چه قدرتی داشته باشن خودشون. افرادی که میان از زندگی از فقر، از بیچارگی، از سرکوب، از تمام فشار رژیم میان بیرون و میخوان که این رژیم رو بندازن. یعنی مسئله شون اینه که میخوان این دشمن رو بزنن و بند چیز بکنن. ببینید الان ما از ایران خیلی خبرها دارم که مثلا میگن که خیلی ناراحتن از این تفرقه‌ای که تو خارج هست و میگه این برای ما ناامید کننده است. خب بریم سوالاتی که منم یه جواب بگو. یکی از دلایلش میتونه این باشه که مردم عصبانی هن از این بلایی که سر ایران اومده و این عصبانیتشون رو به جای اینکه سمت خامنه‌ای فوکوس کنن سمت همدیگه پیاده میکنن. یکی میگه شماها همین شماها بودین، من جزو کسایی هم که بعضی اینو میگم به افکاری که توی انقلاب 57 اصطلاح سهیم بودم، میگم حالا وقتش هم میشه باید بگید وقتش هم میشه، ولی خب سازنده نیستش. و اونای دیگه میگن که نه نمیدونم این هم مثل همونه. خلاصه بعد سعی میکنن به انگ و برچسب بزنن به هم دیگه که هر کسی رو، هر کسی دیگری مخالف خودش رو، به جای اینکه ما بپذیریم باید قبول کنیم که افکار مخالف ما هست، افکار مختلف هست، ولی که میخوایم حذف کنیم، نمیخوایم رقابت کنیم با هم دیگه، میخوایم همدیگه رو حذف کنیم، پس میایم انگ میزنیم، ربطشون میدیم به جمهوری اسلامی و یا امثال هم. من یه مثالی دیروز هم دو داشتیم با مریم صحبت میکردم، یه مثالی به فکرم اومد، اینه که مثلا این مردم ایران توی اتاق زایمانن دارن روی فوکوس میکنن که این بچه به دنیا بیاد، به بچه اکسیژن میرسه، نمیدونم قلبش میزنه، نمیدونم توی اون فکرن که آقا هم بچه رو مواظب باشیم چجوری زودتر به دنیاش بیاریم. ایرانی های خارج از کشور از بیرون دارن این صحنه رو میبینن، دارن با خودشون بحث میکنن که خب حالا این بچه مثلا 7-8 سالش که نشه، 5-6 ندام که ایران 6 سالش شد کدوم مدرسه بره، کدوم مدرسه خصوصی بفرستیمش. یعنی اصلا از شما باید خودتون یه خورده توی حتی از بحث هم میکنن آره. این مدرسه خوب نیست اون یکی بحث. آره دقیقاً آره. دارن مدرسه ها رو بین خودشون بحث میکنن. مردم تو ایران نشستن دارن میگن بابا بچه الان باید به دنیا بیاد، نمیدونم قلبش میزنه، نفس یعنی اکسیژن بهش میرسه. یکی از مشکلات هم اینه که ما در گرایش سیاسی که داریم خیلی همون رادیکالیزه شدیم، یعنی انقدر افراطی شدیم که میگیم خیلی واقعا در عمل اینو میگن توی که اگر نظر مخالف من بیاد حاکم بشه نفوذی پیدا کنه همین جمهوری اسلامی بمونه بهتره. آره یکی میاد میگه که واقعا اینه، میگه مثلا اگه پس چپ ها بیان پس همین جمهوری اسلامی بمونه بهتره. یکی دیگه میگه اگر اسلام ستیزی بشه، نقد اسلام بشه، پس همین جمهوری اسلامی بمونه بهتره. یکی برعکسشو میگه اگر اسلام ستیزی تا حد کامل آزاد نباشه، الان مثلا بودم گفتم آره یه آقای محضرداری هست توی سوئد پناهنده شده، اگر اسلام ستیزی رادیکال کاملا آزاد نباشه پس همین جمهوری اسلامی بهتر. عجب این چیزی نیست الان نمیگن، ولی از حدشون این در غیر مستقیم. بعدش مثلا کلا دموکراسی، فهم و شعور دموکراسی اینه که آجان شاید من اومدم حرف خودم رو زدم و باختم توی انتخابات آینده، یعنی من جمهوری خواه بودم نشد، یعنی که پادشاهی خواه بودم اون چیزی که من خواستم نشد، ولی بازم باید تو اون جامعه من باید مثبت باشم، کار یعنی بازم شرکت کنم، باز هم یعنی سعی کنم در بازی بمونم. فهم میکنن که نه، اگه اینکه دموکراسی اینه که اگه من حرف من پیش یعنی مردم بشنوه نه، یعنی این دموکراسی درست نیست، یعنی باید همه چی به هم بخوره. قشنگترین چیز دموکراسی اینه که بازنده وسایلش رو جمع میکنه میره بدون اینکه
بگیره کسی رو بکشه، بگیره کسی رو بخواد سرکوب کنه، بگیره سر کسی رو بخواد ببره. این دموکراسی یعنی که بازنده بگه اوکی الان ما یه دموکراسی بازیه و این نظرات مختلف واقعا یه چیز به نظر من خیلی هم اگه نظرات مختلف آدم نمیتونه تحمل کنه، خب پس اصلا واقعا از دموکراسی چیز نفهمیده. ضمن اینکه خب موارد مختلف داریم، حالا یکیش مشروطه یا جمهوریه، یکیش نمیدونم غیر متمرکز یا فدرال، اینها اون حزبی هم که رأی نمیاره، اون دلش که رأی نمیاره، این به معنی نیست که حذف میشه، اون ادامه میده مبارزش رو، ادامه میده چه بسا بعدن رأی بیاره. اگر جمهوری بشه، الان ما تو فرانسه حزب پادشاهی خواه داریم، توی امریکا هم حزب پادشاهی خواه داریم، اگر مشروطه بشه پادشاهی بشه، حزبای جمهوری خواه داریم، توی همین دانمارک، توی همه کشورها، تو سوئد حزبای جمهوری خواه داریم، اونها هم به حیات سیاسیشون ادامه میدن، چه بسا در آینده اونا رأی بیارن اکثریت بشن بتونن قانون اساسی رو عوض بکنن. یعنی راه عوض کردن قانون اساسی در دموکراسی همیشه بازه، اینطوری نیست که یه چیزی رأی بدین دیگه بمونه برای ابد. نه، اون جمهوری اسلامی بود در دموکراسی راهش همیشه بازه. هم الان رفتی یه قدم جلوتر، ما هنوز قانون اساسی نداریم. خب من مثال میزنم دیگه، یعنی میگم اگه یه گرایشی رأی بیاره، یه قانون اساسی نوشته بشه، دوباره عوض بشه دموکراسی. خب همینه دیگه، اکثریت مشکلشون همینه که اصلا نمیخوان به اینجا برسه که بعد بخوان دوباره اونو عوض کنن، یعنی میخوان که همون چیزی که خودشون میخوان بشه. خب سعیشون میکنن. خب این دموکراسی نیست، یعنی چون پس اگر هم مثلا رقابت باید بکنن، نه که هم دیگر رو حذف کنن. آره، از اینکه اونا هم هستن، ما با اونا رقابت میکنیم در کسب رأی مردم. و شاید هم یه قانون اساسی به وجود اومد که اصلا هیچ کدوم از ماها خوشمون نیومد تا اونجایی که ما معمولا همین میشه، هر کدوم از ما درصدی راضی هستیم. آره. به شاید 60 درصد آرزوهامون برسیم، مقابل هم به 60 درصد برسیم، این به 40 درصد برسیم. الان همون قانون دانمارک، قانون اساسی دانمارک بخونی، خب احتمالاً هر کس با یه چیزی مشکل داره. ولی هیچی 100% راضی نیست. آره نیست. ولی دلیل این نمیشه که بیاد بگه که نه پس این دموکراسی نیست، پس نمیتونیم انتخابات آزاد داشته باشیم، پس نمیتونیم. ولی حالا من یه سوال دارم از شما. الان ما مثلا توی این مدت 5-6 تا چهره خیلی بزرگ داشتیم، مثل مهسی، مثل نازنین بنیادی، مثل علی کریمی، مثل شاهزاده رضا پهلوی و حامد اسماعیلیون و خانم شیرین آبادی، حالا چند تا دیگه هم بودن. خب اینا شخصیت هایی هستن که حالا یا اکتیویستن یا نازنین بنیادی هنرپیشه بود، درسته؟ آره. هنرپیشه بود، ولی خب خیلی اکتیو بود توی این تو سازمان ملل صحبت کرده بود. خیلی اینا آدم هایی بودن که خیلی اکتیو بودن و خیلی مردم رو محبوبن، خیلی محبوبن و مردم انگیزه میدادن. منتها یعنی خیلی ها خودشون، هم مسیح، هم نازنین بنیادی و هم شاهزاده، گفتن که ائتلاف با افراد نمیشه، باید با احزاب باشه. و الان شاهزاده هزار بار گفته که من میخوام که اتحاد داشته باشیم، با هم صحبت کنیم و این ائتلاف باید با احزاب بشه. به نظر شما چرا این احزاب اصلا نمیان جلو؟ چرا افرادی رو ما نمیشناسیم که مثلا ما میدونیم که تو دانمارک حزبایی داریم که رئیس حزبا رو میشناسیم، میدونیم که اونا هم باید بیان معامله کنن، با مذاکره کنن، ولی چرا ما اینا رو اصلا نمیشناسیم، نمیدونیم کی هستن، چرا نمیان جلو و چرا هیچ خودی نشون نمیدن؟ ببین بذار اینا من بذار جواب بدیم، به نظرم میخوای تو شروع کنی یا من شروع کنم؟ من حالا آقای رضا پهلوی ایشون سه تا اصل رو به عنوان حداقل های توافق مطرح کرده. دموکراسی سکولار، حقوق بشر، تمامیت ارضی، فکر کنم اینجوری بشه، حالا سه تا یا چهار تا بشه خلاصه کرد. خب اکثرا با این دموکراسی سکولار و حقوق بشر مشکلی ندارند، حالا به غیر از چپ خیلی افراطی که اونا اصلا طرفدار دموکراسی نیستن، طرفدار پارلمان نیستن، یه نظام استالینی و لنینی میخوان، یا مثلا راست سلطنت طلب مطلقه که اونها هم یه چیز مطلقه‌ای میخوان که اصلا بلد اختلاف، ولی اونا میان حزب میزنن، زب همشون میان حزب میزنن. نمیدونم من فکر کنم خب اون که یک شو که داریم مثلا حزب کمونیست کارگری، اینو پارلمان اعتقادی نداره، ولی مطلقه ها و این استبداد طلب ها من اسم کلا میذارم، استبداد طلبان دو طرف،
به نظرم اونا زیاد جایگاهی ندارن. بنابراین من فکر کنم عمده گروه ها احزاب حداقل در ادعا دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر رو قبول دارن. بعضی احزاب که همیشه میگن ما فدرالیست هستیم و میخوایم در داخل ایران مشکلمون رو حل کنیم، ولی یه هایی سر بحث تمامیت ارضی که میشه اینها ایراد میگیرن و همین رو بهانه میکنن که پای میز نیان. اینه که آدم تعجب میکنه. میبین پرچمشون علاقه دارن، دیروز بحثش شد، پرچمی که علاقه دارن پرچم اقلیم کشور همسایه است، سرود ملی که علاقه دارن، حالا سرودی که میگن سرود رقیب شدم رفت ای رقیب که میبینیم مال جمهوری شوروی مهاباد بوده که یک عامل شوروی استالینی بوده و الان هم باز مال یک کشور همسایه. ای رقیب بله. خب این آدم پرچم که مال کشور همسایه، سرود که مال کشور همسایه، با تمامیت ارضی هم که توافق ندارن، خب این دیگه مقدار ایجاد خوشبینی نمیکنه. من فهم میکنم این مشکلی نباشه برای اون کسایی که اومدن توییت اولو زدن. فهم میکنم حالا ما نوشیم 90% از مردم پشتیبانی میکنه، منظورمون بود که تقریبا همه ایرانی های معمولی، آدمایی که نرمال هستن و دموکرات هستن، همبستگی این نفر آدمای محبوب رو قبول داشتن و خوشحال شدن با این همبستگی. و فهم میکنم اون مثلا اون کسایی که اومدن با این سکولاریزم و دموکراسی سکولار و حقوق بشر رو با تمامیت ارضیش مشکلی نداشته باشن. تمامیت ارضی به نظر خود شخص من هم خیلی مهمه، برای اینکه ما باید بدونیم، حالا بحثای سیاسی اصلا تومون افتاده نیست، همه بحثای و یکی از دلایلم که نمیتونیم حزبها رو شرکت بدیم توی این مسئله اینه که الان شما واقعیت حزب‌های ایرانی رو بخوایم همه رو جمع کنیم از توی ایران و بیرون ایران، بیشتر از 500 شوخی هم ندارم، بیشتر از 500 تا حزب میشه. شما میخواین چه شکلی بدونین که کدوم از این حزب‌ها پشتیبانی مردم رو دارن، تا چه حدودی دارن و کدوم ندارن. خب بعدش هم یه مشکل دیگه هستش که حزب‌هایی که الان در خارج از کشور وجود دارن، اینها واقعا از مردم ایران 44% دور بودن و احتمال زیاد حزب‌های جدیدی در آینده ایران خواهد وجود اومد که این حزب‌ها دیگه باز هم یا باید همکاری کنن با حزب‌های جدید یا اینکه یکی بشن با حزب‌های جدید. این حزب‌هایی که الان بیرون از کشور هستن نمیتونن، یعنی جدا شدن از مردم ایران، یعنی نتونستن ترجمه کنن خودشون رو با وضعیتی که تو ایران بوده و چیزایی که پیش اومده. یه چیزی از مهم‌ترین چیزا اینه که هیچ کدومشون نیومدن مسئله زن رو اصلا بیارن وسط، فقط مسیح علی نژاد با اون کمپین هایی که داشته اون اومده این تغییر رو به وجود آورده، این مسئله رو بزرگ کرده که الان به انقلاب داره میرسه. برای همین اپوزیسیون ایران از نظر حزبی خیلی سخته که تو بدونی کی با کی کار کنیم و برای چی. برای اینکه یه سری هستن تو ایران همونجور که میگیم تو اوین، خودش اونها در آینده بعد حزب بزنن، احتمال خیلی زیاد اونها پشتیبانی بیشتری دارن تا اینکه مثلا حالا حزب‌های قدیمی چپی یا راستی یا مشروطه یا ببخشید مشروطه مطلقه، نمیدونم، حالا هر کس که هستن بیرون از کشور بودن. ببین جاله و احتمالا اونهایی که تو ایران هستن، من امیدوارم بیشتر از اونهایی که اینجا هستن دموکرات باشن. ببین جاله مسئله فراتر از اینه، یک نوع حزب گریزی توی مردم هست، توی ایران هم احزاب هستن ولی مردم نمیرن. یعنی فردا اگر دموکراسی بشه من باید میدونم، یعنی بالاخره رای بدن. خب میدونم رای ممکنه بدن. خب الان مثلا نگاه میکنیم این سلبریتی ها هستن که چیز دارن، احزاب وجود داره، همجوری گفتی اگه بخوایم بشماریم نزدیک 500 تا حزب داریم، ولی مهمترینشون میشه مثلا شورای مدیریت گذار هست، نمیدونم برخی از احزاب چپ هستن و احزاب کردی هستن که من برخلاف احسان من البته باز اینجا سوال دارم، شما میگید احزاب کردی، آخه کردی که میشه تقریبا اتنیسیتیت، یعنی آره اتنیکی، آره لبنان نمیخوام بشه. میخوام بدونم که سیاستشون چیه،
یعنی منی که بخوام برم حتی اگر به اون حزبی که از کردستان میاد بخوام رای بدم، باید ببینم سیاستشون چیه. آره ببین اینا اساسنامه‌شون هستن. دیشب ما صحبت کردیم و میگفتن آره ما تمام عیت ارزی رو قبول داریم، ولی مشروط به این که به اصطلاح به عدم تمرکز یا مسئله فدرالیست که منم اونجا صحبت کردم، ما 72 نوع تفکر فدرالی وجود داره، 72 نوع. بعد در هم تنیدگی اتنیکا هست، مثلا بعضی از شهرهای کردستان هست که نصفش ترکن نصفش کردن، اینا خودشون آتش فشانن، یعنی میتونه این بحثا همه آره. باز هم ولی این احزاب کردی ببینید باید به عمل کرد. تو همین اعتراضات و انقلابی به اصطلاح شینا، خب احزاب کردی سازماندهی میکردن تو شهرهای کرد، مغازه ها میبستن، تظاهرات رو رهبری میکردن تا حدودی، و این حزب ستیزی هم در کردستان هم هست، فکر نکنیم فقط مال بقیه، یعنی یک کل ایران زیاد به حزب. برای اینکه حزب ها واقعا نتونستن، یعنی وقتی که ما میگیم مشکلمون اینه که هم خود ایرانی ها مشکل دارن با فهم دموکراسی، بالاخره از یه جای میاد دیگه، از اون حزب های قدیمی میاد که نتونستن واقعا دموکراسی رو بفهمن، برای اینکه حتی تو 44 سال نتونستن دوره یه میز بشنن. حتی وقتی دانمارکی ها مثلا توی مجلس دانمارک دعوتشون کردن، فیزیکی با هم دیگه میخواستن دعوا کنن، خیلی سال پیشه، مثلا 20 سال پیشه. یعنی وقتی که اینجوری اومدن جلو، من رو هیچ کس دنبالشون نمیره، هیچ کس قبولشون نداره. ببین یه بحثی هم هست، دو نوع تبعیض و جمهوری اسلامی در این 40 سال پیش گرفته. یکی تبعیض ضد اهل سنته، البته تبعیض های دیگری هم هست ولی دو نوعش خیلی مطرحه به نظر من، بر ضد اهل سنت، چون سیستم آپارتاید شیعه حاکم هست که این شامل کردها به خصوص قسمت اهل سنت، چون بلوچ‌ها و ترکمن‌ها و حتی قسمتی از عرب‌ها اینها میشه. دیگری تبعیض نواحی مرزیه. جمهوری اسلامی چون یک نظام بحران سازه، دائم در خطر اینه که ایجاد جنگ بکنه با کشورهای همسایه، به همه خاطر اصلا سیاستشون و استراتژیشون اینه و این رو گفتن که در مناطق مرزی ما نباید سرمایه گذاری کنیم، چرا؟ چون جنگ میشه، اگه کارخونه پالایشگاهی چیزی باشه خراب میشه میره. اینا در هر لحظه آماده جنگ هستن، همیشه در مقطع حساس کنونی به سر میبریم و به این خاطر خب اینا باعث محرومیت و تبعیض شده که مثلا چقدر جوانهای با استعداد، جوانهای توانا باید برن در بلوچستان برن سوخبری کنن، در کردستان برن کولبری کنن، کسانی که لبریز از توانایی و استعدادن. و حتی من دقیقا یادم یک شرکتی مثل دستان خودرو میخواست تأسیس بشه توی سیستان بلوچستان، حمله کردن به حدی میخواستن خودروهای روور رو امتیازش رو بخرن اونجا تولید کنن، ولی روزنامه کیهان نوشت که قرارداد استعماری است، ولی بهانه فقط اینا همش بهانه بود. قرارداد استعماری یعنی چی؟ هدف این بود که چون کسی که دنبالش بود سرمایه‌گذاری کرده بود، حالا یه ارق ملی داشت، میخواست اونجا باشه که جوانا برن سر کار، نرن مجبور بشن سوخبری جونشون رو به خطر بندازن که اونجا این نیروهای مرزی سپاه پارسخاران در واقع میزنن شلیک میکنن، ماشین هم پر سوخت آتیش میگیره، جوان مردم جزغاله میشه. این اتفاقی که همش داره میفته تو بلوچستان، خب شغل ایجاد میکرد برای جوانهای بلوچ و غیر بلوچ، اصلا بحث قومیت نیست، که تو منطقه هستن در سر کار برن مهارت یاد بگیرن اینا. نخود نمیخواستن این بشه، جمهوری اسلامی نمیخواست این بشه، روزنامه کیهان ارگان آقای مستقیم خامنه ایه و این باعث شد که و این هست بسیار دیده شده که تبعیض های مثلا اونا... حتی مثلا اسم ژینا رو مثلا بله. اصلا اسمای فارسی رو نمیذارن. بلوچستان شناسنامه نمیدن به مردم، ایده زیادی هستن شناسنامه ندارن. البته اونا با بلوچای پاکستان ازدواج میکنن، تو اون رابطه نمیدن، نه اینکه به همین خدانور که به اون شکل فجیعشون رو کشتن. یعنی اگه یه زن بلوش مثلا تو پاکستان اومده با یه مرد بلوش در ایران ازدواج بکنه بهش نمیدن. افغانی هم همینجوری، افغانی هم ازدواج کنی هم بهش نمیدن. برای هم باید بدن بالاخره اینجا بچه‌هایی که مدرسه میرن، نمیتونن مدرسه برن. نمیتونن شغل بگیرن. وقتی شناسنامه داشته باشی نمیتونی مدرسه بری. یعنی همین ولی من به نظر من خیلی مهمه که تمامیت ارزی رو روش
روش فوکوس بکنیم، به خاطر اینکه توی منطقه وجود داره ایران که از همه لحاظ مشکل تروریسم منطقه در داخل ایران میتونه نفوذ داشته باشه بعد از اینکه جمهوری اسلامی بیفته. بالاخره ارتشی ما احتیاج داریم که بتونه مرزها رو نگه داره و دشمنای مختلف و زیادی که هستن در منطقه اونها رو بیرون نگه داره و مرزها رو نگه داره. و 100% خب هممون میدونیم و قبول داریم که تبعیض از تبعیض ملی گفتی اسمش تبعیض دینی داریم، تبعیض دینی و تبعیض حالا بر ضد نواحی مرزی، چون که میخوان جنگ، همش خطر جنگ دارن تو نواحی مرزی سرمایه‌گذاری نمیکنن. خب ببین اینجا من یه سوال دارم. خب اولا که یه نفر سوال کرد راجع به اون مقاله که نوشتی و این موضوعی که توضیح دادی، این بود که میگفت این دشمنان کی هستن. من جواب دادم طالبان هستن تو اونور مرز، اون طرف هشت و شعبی هست، داعش هست، این ستا نیروی در واقع تروریسته. یعنی اون هشت و شعبی فردا حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه تبدیل میشه به یه دشمن حکومت ایران، حکومت آینده. ببینید من همینه که صحبت از مرز میکنین، آیا شما برای یک پارچگی ایران، برای تمامیت ارضی ایران حاضرین که چه امتیازی بدیم به طرف گروه های اتنیکی؟ این مهمترین مسئله است. دقیقا من همینو میخواستم. اینا مورد تبعیض بودن، این عزیزان هموطنان به حق دارن بدبین باشن، بنابراین قابل درکه که میگن ما تمامیت ارضی رو به قول میگن آقای جوامدی به چک سفید امضا نمیدیم، باید حقوق ما، مطالبات ما رعایت بشه که ما به تمامیت ارضی احترام بذاریم. این حرف قابل قبوله. امتیازی که میشه داد و حقشون هم هست و فکر کنم ایمنترین و هوشمندانه ترین شکل حکومت غیر متمرکز. دقیقاً. ببین الان تو همین دامار، ولی یه مشکلی هم این داره. من خودم بگم این رو، من از یه خانومی بود که نصف کرد نصف لور بود، توی یه از این کنفرانسی بود که خودت من رو برده بودی در رابطه با همین، فکر کنم که بعدن این شورای سازگار شد و اینا، شورای دوران بزرگ. یه خانوم کرد و لور بود که گفتش که ببینید ما از ایران فرار کردیم رفتیم کردستان و عراق، فهم میکردیم حالا کردستان و عراق جای آزادیه، آزاد شده، ما خوشحال بودیم که داریم میریم کردستان و عراق. گفتش از ایران افتضاح تر بود واسه یه زن. میگفتش ما اصلا نمیتونستیم بریم تو خیابون، زن تنها نمیتونه بره تو خیابون. بعدش هم وقتی که داعش به وجود اومد دیدیم که خیلی از این کردها بودن که اصلا داعشی شدن، درسته؟ و این گفتش که ببینید ما باید بدونیم که در خود مثلا این فقط کردها نیستن ها، اصلا کلن کانسرواتیزم توی هر کشوری توی پروینس ها بیشتره. و واقعا من به عنوان یه زنی که مثلا دیدم توی خاورمیانه چه بلاهای سر زن ها میاد، واقعا وقتی که میگیم که فدرالیسم یا مثلا اسمش رو چی گذاشته بودی؟ خودگردانی؟ گفتی که ببین چند حالت داره، یکی میتونیم بگیم از این یه خورده من میترسم که باز من نگفتم فدرالیسم، نگو یه چیز دیگه گفتی، گفتم سیستم یونیتری ولی غیر متمرکز، یعنی یه سری اختیارات رو دولت مرکزی میده به دولت‌های محلی، پارلمان‌های محلی، ولی دولت مرکزیه که اینها رو میده و میتونه توی بعضی مسائل تصمیم بگیره که این اختیار رو نده. مثلا در مورد ایران منابع آب چیزی میتونه باشه که باعث بسیار تنش بشه اگر همه چیز فدرالیسم کامل باشه، برای منابع آب و یه سری منابع دیگه میتونه دست دولت ملی باشه. البته قطعا دولت ملی در شرایط دموکراسی و آزادی هر انسان ایرانی شرایط یکسان داره که بیاد در دولت ملی، در پارلمان ملی، چه کرد باشه، چه لور باشه، بلوش باشه، سنی باشه، میتونه رئیس دولت بشه، شرایط کاملا برابر وجود داره. من منظورم اینه که از نظر فرهنگی تاری غیر متمرکز از نظر فرهنگی باید بدونیم. و از به عنوان زن من نگرانیم اینه که حالا چه بلوچستان هم میبینیم مثلا زنها به زور میان تو این تظاهرات ها، واقعیت ها رو هم بگیم، یعنی واقعا حق زن که الان این یه انقلاب زنان هست باید توی ایران آینده
یه حق ملی باشه که واسه اون کسایی که تو کانسرواتیو تر هستن تو گوشه های ایران دارن زندگی میکنن، اون زنها هم بتونن بالاخره همه چی فرهنگ اون چیزا برای از نظر قانونی باید به همین خاطر که من میگم مثلا غیر متمرکز بهتر از فدراله برای ایران. اگه فدرال باشه اون وقت هر ایالتی ممکنه قوانین خودش هم بخواد داشته باشه. یه جایی مثل بلوچستان یه قوانین ضد زنی بذاره چون اکثریت بهش رأی میدن، میگن فرهنگ ما اینه و دولت مرکزی هم نمیتونه دخالت کنه. خب ببین اینجا توی مسئله عدم تمرکز یا فدرالیسم یک سری نکات کلیدی هست. ببینین آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری، این دو تا هست. آموزش زبان مادری همینجوری که مثلا تو اروپا هستن زبان فارسی، کردی، عربی، ترکی مثلا تدریس میشه، ولی سیستم چیه؟ به زبان دانمارکیه. خب الان تقاضای بسیاری از این گروه ها اینه، یعنی توی قانون اساسی جمهوری اسلامی بند 15 دقیقا آموزش به زبان مادری رو تاکید میکنه، هرچند که هیچ وقت اجرا نشد. یعنی به نظر من کسایی که طرفدار تمامیت ارضی هستن باید امتیاز بدن. یعنی اینجوری نمیشه که نه ما همه فارسیم. نه، واقعیت اینه که تنها مشکل اینه که اگه اینکه مثلا فقط به کردی صحبت بکنن توی مدارس، احتمال این هستش که اون وقت کسی که اونجا بزرگ میشه بعدا نتونه بره یه کار مثلا واقعا مثلا استعدادش رو داشته باشه، همه مثلا عقل و شعور همه چیش رو داشته باشه، ولی نتونه بره توی تهران مثلا یه کار خیلی مهمی رو بگیره، برای اینکه از نظر زبون باز هم عقبه. بالاخره زبون یه چیز خیلی مهمیه که در دموکراسی امیدواریم استفاده بشه. مثلا مثل آموزش زبان انگلیسی الان تو اکثر کشورها خب به زبان انگلیسی هم زبان انگلیسی رو هم آموزش میدن به خاطر اینکه امکانات مردم رو بیشتر کنن. اگه قرار باشه آموزش فقط به زبان محلی باشه خب خیلی سخت میشه برای همه. ببین دو تا مسئله داریم، آموزش زبان مادری و آموزش به زبان مادری. آموزش زبان مادری حتی تو قانون جمهوری اسلامی هم به رسمیت شناخته شده. هر چند یه خانومی رو در کردستان زندانی کردن و کلی شکنجه کردن و ایشون بینایی یک چشمش رو هم از دست داد به خاطر اینکه زبان کردی رو آموزش میده. یعنی جمهوری اسلامی قانون خودش رو هم رعایت نمی‌کنه و این جنایت رو در حق اون خانم، الان اسمش زارا بود مثلا، که زارا محمدی فکر کنم، این جنایت در حق ایشون انجام شد. خب بحث آموزش به زبان مادری خب یک مشکلاتی میتونه پیش بیاره. البته طرفدارای اون این هم یک استدلالی دارن، میگن که تحصیلات ابتدایی بچه‌هامون افت میکنه. ما باید قبول کنیم که نیازمند یک زبان رابط هستیم. اگه زبان رابط نداشته باشیم، خب هر ایرانی ما حساب کردیم یه جایی باید حدوداً 10-12 تا زبان یاد بگیره که مثلا در فلان شهر بره سربازی، فلان شهر دیگه بره دانشگاه، یه جا دیگه بره سر کار، یه جا دیگه ازدواج کنه، که این میسر نیست. اگر کانادا یک زبان مثلا، حتی کانادا که مثلا نصفش مثلا فرانسوی حرف میزنه، حالا نمیدونم چقدر جغرافی از نصفش انگلیسی حرف میزنه، اصلا کسی که انگلیسی بلد نیست مثلا میره اونور یا برعکس، اصلا انگار هندیکپن یه جورایی، یه چیزای کم دارن. بخاطر ساده ترش اینه که هر ایرانی دو تا زبان یاد بگیره، یکی زبان مادریش، یکی هم زبان رابط. حتی اگه یکی زبان رابطی مثلا زبان رابط میتونه فارسی باشه که آلردی همه بلدن، اگه یکی از زبان مادریش فارسیه اونم مجبور باشه توی همون ابتدایی یک زبان دیگه ایرانی رو هم یاد بگیره. داره. مثلا اون شهری که زندگی میکنه اگه زبان ترکی زیاده، مدرسه موظفه زبان ترکی رو تیلبوت کنه، آفر کنه بهش که بره یاد بگیره. مثلا من فارس زبون باید زبان ترکی یاد بگیرم، یا مثلا یه شهر دیگه زندگی هم زبان کردی یاد بگیرم. آره همینیش که الان تو دانمارک هم یاد بگیرم من نیست. ما الان 5 دقیقه دیگه موندیم، فقط یه جنبان مونده، درست میگم 5 دقیقه مونده. من یه سوال بعد واقعیت هم از توی دانمارک بگم، یه چیزی در رابطه با زبان اینه که خیلی استعداد زبان یاد گرفتن واقعا ندارن و واقعا واسه اونا سخته که مثلا حتی 2 تا زبون رو خیلی خوب بتونن صحبت کنن. بعضی هستن که میتونن 6 تا زبون رو خیلی خوب صحبت کنن. برای همه آدم یه خوردن بعد به این فکر کنه که خب واسه کسی که استعداد زبون نداره ولی استعداد مثلا ریاضی داره،
چه ظلمی به اون میکنن که مثلا بهش بگن که باید بیای سه تا زبون مثلا انگلیسی رو فارسی رو کرد رو یاد بگیریم. این بالاخره یه چیزی الان توی مدرسه ایران انگلیسی عربی و خب عربی آره دیگه اونم اون دیگه خیلی ظلمه. خب عربی هم عربی قرآنیه بیشتر. آره. خب به عنوان جنبند آخر هر کدوم یکی دو دقیقه میتونن صحبت بکنن. چقدر صحبت کردیم؟ الان نزدیک 45 دقیقه صحبت کردیم. بله. ببینید من یه سوالی رو اینجا نوشتن زیر همون توی فیسبوک من، اون مسئله 90 درصدی که از اون توییت مشترک دفاع میکنن کیا هستن؟ یعنی فکر کنم که انتقاد طرف درست باشه، درسته؟ برای اینکه آماری نداریم مثلا. من میتونم جواب بدم. الان هیچ آماری نداریم، هیچ آماری نداریم به خاطر اینکه کشور آزاد نیست. آره. اپوزیسیون بیرون از کشورم حتی ما نمیتونیم بریم آمار خیلی دقیقی بگیریم، برای اینکه همه جای مختلف هستن. میتونه آدم بره یه آمار بگیره از که واسه ولی هیچ آمار گرفته شده نیست هنوز که بگیم که مثلا کی بیشتر طرفدار کدوم گرایش و اینا. برای همین حدس همه اونایی هم که دارن الان تحلیل های مختلفی رو میدن از روی حدس هایی که میزنن. ما هم حدس میزنیم برای اینکه دیدیم خیلی خوشحالی کردن وقتی که ما شیر میکردیم یا کسی خودشون شیر میکردن که الان این سویت مشترک زدن، همه ذوق کرده بودن، همه خوشحالی میکردن و همه امیدوار بودن. بعد از اینکه آقای حامد اسماعیلی اومد این حرف رو زد دیگه یه خورده انگار مثلا یه بادکنکی بود که سوراخ کرد. البته من در مورد اون 90 درصد بگم، درسته که ما اصلا هیچ آماری نداریم اینجا، منتها اگر که از به تعداد این افراد و تعداد لایک هایی که گرفتن به تعداد به هر حال ما میدونیم که خیلی از افرادی که بیشتر تو توییتر هستن اکثریتشون از خارج از ایران هستن. من فکر میکنم جمعاً این 6 نفر شاید در حدود 1.5 میلیون شاید جمعاً لایک گرفتن، شاید در حد 2 میلیون به نسبت این که و فالوور های زیادتری دارن، خیلی فالوور دارن، خیلی فالوور دارن، ولی خب تعداد لایک های هم گرفتن خیلی خیلی زیاد بود و همینطور تو اینستاگرام بازم همینطور، یعنی اینا رو هم رو بشماریم شما احسان؟ من فکر کنم این جمعاً نظرات ما مثلا همین زبان مادری که ما الان صحبت کردیم، خب یه بحث کارشناسیه، چیزی نیست که آدم‌ها تعصب داشته باشن و حالت رگ گردنشون بزنه بیرون. مشکلی که ما تو ایران داریم اینه، بعضی مثلا سر همین آموزش زبان مادری یا آموزش به زبان مادری حالت تعصب پیدا میکنن و برافروخته میشن. خب این باعث میشه که مردم نتونن که با هم دوست بشن، نتونن کنار هم جمع بشن. نظراتی که باید بحث بشه، در نهایت عقل جمعی مردم تصمیم بگیره که به این حزب رأی بده یا به اون حزب، و قبول کنیم که ما با هم مخالفیم توی این زمینه. قبول کنیم، در نهایت ارجاع میدیم به این باز که بتونیم کنار هم. در مورد این کمپین و اینها من به نظرم میرسه که ضررهاش شاید بیشتر از منافعش بوده. بعضیا همونطوری گفتم یه ادعاهایی دارن، ادعاهایی کردن که منافعی داشته، اون معلوم میشه اگه واقعا مثلا شاهزاده رضا پهلوی با عده زیادی از مقامات بره ملاقات کنه، سیستانی واقعا صحت داشته باشه، ممکنه درست در بیاد. حالا من خیلی هم نمیخوام خوشبینی علکی بدم، ولی حالا در آینده مشخص میشه، در آینده مشخص. ولی چیزی که هست، آقای رضا پهلوی خودش نقشی نداشته در مقابل این عمل انجام شده قرار گرفته، واکنشی هم که نشون داد کار دیگه نمیتونست بکنه، تشکر کرد و گفتش که من در خدمتتون هستم. این به نظر من خیلی حرف مهمیه، اینی که شما گفتی که ایرانی ها راش گوشو گفتین سر زبان و مثلا سر این چیزا. ایرانی ها سر همش یه سر کوچیکترین چیز میان مثلا چیز میکنن، نه اگه این نشه یعنی شما نمیدونم تجزیه طلبین، یا مثلا اگه برچسب میزنن، آره برچسب میزنن به هم دیگه، نمیخوام مثلا با هم دیگه، یعنی این یکی از اینو بهش میگن دین خویی، یعنی حالت دین و شمر و حسین و حسین بن علی و نمیدونم جنگ حیدری نعمتی و جنگ شاهی مصدقی و اینا. آره بعد یه کنفرانس رفتم با یه آقای سوئدی بود که خیلی با کشور مسلمان همکاری کرده بود، یعنی با ایرانی ها و مثلا توی با مسیحی ها توی عراق و اینا مثلا رفته بود تو این کشور رو گشته بود، میگفتش که تو این کشور انگار که مثلا یه اشتباه واقعی وجود نداره، همه چی توطئه است، همه چی شما اومدی این اشتباه رو کردی یا این حرف رو زدی حتما منظوری داشتی، حتما مثلا چیزی پشتش بوده. باید قبول کنیم که نظرات مقدس نیستن،
چهره های سیاسی هم مقدس نیستن. شما شاید فرد مورد علاقه من دوست نداشته باشی، اصلا کاریکاتورش هم بکشی، این دلیل نمیشه که من بیام با شما دعوا کنم و از شما کینه به دل بگیرم. به این میگن تحمل. تحمل داره. مثلا همین قرآن سوزی که مثلا الان توی دانمارک و سوئد داره میشه، اصلا اینا مثلا بعد از مسلمان میگن که خب فکر کن که الان بیام مثلا کتابای یا عکس مثلا کس که رؤسای دانمارک و سوئد بسوزونن، یا اینکه بیان کتابای نمیدونم بیبل چی میشه فارسی انجیل و تورات مثلا مال یهودی ها رو بسوزونن. آقا جان هیچ کس هیچ کار نمی کنه اگه بیان بسوزونن. این اتفاق داره میفته، همش داره میفته. یعنی همش در خود اسرائیل مسلمان رفتن، مردم در خونهشون یهودی ها انجیل تورات داشتن، تورات اینا رو میشکستن میاوردن بیرون خراب میکردن تو کشور خودشون. نه کسی رو کشتن نه جای آتیش زدن. تحمل اینه که آدم بتونه مثلا خیلی خب بحث ما به همین جا پایان پیدا کنه. اون یه بحث دیگه ایه، یه بای بای بکنید پشت دار بیرون تا ترسید. آره بای بای.